درود گرم به شما همسر تمینان ارجمندم. دانش فروغی هستم و برنامه روانشناسی روشنگری رو پی میگیریم با دوستان. همونجور که میدونید این برنامه گاهی اوقات برنامه متفاوتی میشه، همیشه کوشش میکنیم باشه، ولی هست در این برنامه. امروز هم با خانم دکتر میترا رشیدیان هستیم، متخصص در روابط زناشویی و در جمع کلش، یعنی دیپلمات در این زمینه، و خانم دکتر سپیده فرد که بسیار بسیار بنده معتقد هستم به روشی که ایشون درس خونده و کاری که ایشون کرده، یه پزشک عالی قدر. خوب، صحبت خیلی خیلی زیاده امروز. برنامه ما رو آقای مهندس شهرتی اداره میکنن. من میخواستم والا امروز میخواستم اول با کارگرهای ایرانی شروع بکنم. قبل از شروع برنامه هم یعنی با دوستان در میان گذاشتم، ولی میخوام یه چیزی خیلی مهمی اتفاق افتاد و چیزایی هم که اتفاق افتاده میدونید، خبر نمیخوام بهتون بدم، میخوام بگم که وقتی چون ما کارمون روشنگریه در مورد واژه ها اینا، مثلا راجع به دروغ بشینیم صحبت بکنیم، چرا این کلمه رو میخواستم بیارم یادم افتاد که آقای دکتر پزشکیان، یعنی قبیله ایشون در حقیقت وارد امریکا شد، تعداد زیادی اونایی که قرار بود برن اونجا بشینن و خوش بکنن یا همراه باشن، شاید مثلا میباز یکی دوتا باشن، ولی بعضی 50 و خورده‌ای بودن اومدن. و چند نکته خیلی خیلی واقعا ظریف وجود داره، نه اون ظریف صحبت به اصطلاح فرد نمی کنم. یکی این بود که یه تعداد آورده بودن که با این خبرنگارا به معنی اینکه می اومدن اون جلو، از وحشیگری گرفته تا توهین باشون رفتار کردن. امروز اسامیشون اینترنشنال پخش کرد، من نمیخوام، من خبرنگار نیستم، اسامیشون دونه دونه پخش کرد و رفتن تو وزارت امور خارجه اسامی اینا رو بگیرن و گرفتند و خیلی داستان داره این قضیه، از مطبوعات و از تلویزیون ها و رادیو ها بشنوید، ولی خیلی برام جالب بود این قضیه. مسئله دیگر اومدن آقای ظریف بود. میدونید که ایشون یکی از بزرگترین دروغگوهایی که در جهان میتونه آدم بسپره، یعنی پاتولوژیکال لایر. ایشون در روز اگه با 10 تا خبرنگار گفتگو بکنه، به مناسبت وضع حال و تغییرات جوی اون دروغ رو عوض میکنه. یه موقعی بود گفتن که بعضی هاشم خنده داره، واقعا اون کار خندهش خیلی خیلی زیاده، به حالتهای ملیچکی خیلی خیلی عجیبه، لبخندهایی که ابدا واقعیت نداره و به دروغ لبخند گفتن، به دروغ نگاه کردن، به دروغ با رفتار نشون دادن اصلا حیرت انگیزه. من نمیدونم به موقع جور افراد واقعا امکان پذیر بود که ما بتونیم، یعنی حق داشتیم که بشینیم و روانشناسی تک تک اینا رو بررسی بکنیم اینجا. ولی نکته هایی که در مورد آقای پزشکیان وجود داشت، یکی این بود که به هر جهت رفتن، مثل این که یا ایشون همراه بود یا اطرافیان رفتن کاسکو، خیلی جالب بود برام بگم براتون، و توی کاسکو قرص های ضد اضطراب خریدن و ضد در واقع میدونید موقعی که سوء هاضمه وجود داره و ترشی معده
پیش میاد که به علت اضطراب خیلی شدیده. این داروهایی است که این داروها رو میخورن و خیلی چیز بدیه، حالا خریدن و بردن نوشی جانشون بخورن، ولی خیلی خیلی چیز بدیه برای اینه که آدم بخواد ترشی معده شده. برای این که ترشی معده از بین بره، اول با آدم باید وجدانش باید راحت باشه. این تجویز رایگان منه، وجدانتون راحت بکنید، ترشی معدهتون از بین میره به مقدار زیاد. قول بهتون میدم، اینا رو امتحان کردیم ما تو جلساتمون، شاهد میگیرم. حالا من فکر میکنم که اونو خریدن، حالا نمیدونم چیزهای دیگه خریدن یا نه، گوشت و مرغ و اینا. آقا بیره کاسکو یک فروشگاه خیلی بزرگ، همه چیز داره و خیلی هم صرف میکنه آدم اونجا، اگه مثلا بخواد مهمونی بزرگ بده. آقای پزشکیان یه ضیافت خیلی بزرگی دادن، الان هم که دارم با شما صحبت میکنم الان تو راه، یا این که رسیده تازه، برای که دیشب در حدود ساعت مثلا یه چیزی شبیه بعد تازه مثلا ساعت 9 شب 10 شب 11 شب فرض بکنید پرواز کرده باشه با اطرافیان، ساعت 10 صبح یا 12 یا هرچی موقعی باید رسیده باشه. در هر حال حالا موضوع اینه که این ضیافت خودش به خوب رسمه که باید بکنن این کاره. اون چیزی که خیلی مهم بود این بود که اولا اینا تمام مهمان ها و خود اعضا هم از در عقب هتل اومده بودن در تو محل سازمان. اونجا جایی که این رفتگرها، یعنی اونایی که میان تمیز میکنن، رخت خوابان رو جا به جا میکنن، به شما بگنم همومار رو میشورن، اینا از اون در وارد شدن، از همون درم خارج شدن. مهمانا بعضی هاشون هم ماسک زده بودن، اینجوری که توی تلویزیون من دیدم، اینا پخش شده و چیزهای عجیب و غریبی نیست. ولی چون من فکر کردم همه ممکنه که ندیده باشن، گفتم خوب معذر زای خدا من اینو به شما بگم، به همون جوری که در حقیقت وجود داشته. اونجوری فکر نکنیم که اینا اومدن فقط یه مشت دروغ بگن اونجا و برگردن، مخصوصا صحبت های پزشکیان که اینقدر چیزای دو پهلو و سه پهلو و پنج پهلو و شش پهلو اینا توش بود که من نمیخوام وارد اون قضیه سیاسیش بشم. اون یه قسمتش که مربوط به دروغگویی کار منه، اون یه قسمتی که میگه اگه ما مثال، من یه مثال میزنم، بیاییم ما هم ما و هم اسرائیل همه سلاحامونو بذاریم زمین و بتونیم اون وقت چجوری زندگی بکنید؟ اون شرکا ترکلیف چی میشه؟ اونا زندگیشون یعنی اتمشون رو بذارن کنار، تو موشک نصف کارت بذاری کنار. ببینید یه همچین حرفایی زد که در خوره این نبود که بیا تحویل ملت ایران بده. من واقعا خوشحال نیستم از این که اونقدر هم میهنان ما دست کم گرفته بشن. خب این مقدمه کار منه، بریم سر صحبت با دوستان. خانم دکتر رشیدیان بفرمایید ببینیم که آدم هایی که بوردرلاین هست، شخصیت یه دونه ترجمه ایران گذاشته بودن چی؟ دوگانگی چیزی ترجمه کرده؟ شخصیت ناپایدار. چی جانم؟ شخصیت ناپایدار. ناپایدار، نه اون همه ناپایدارن، همه ناپایدارن. بله این شخصیت، این ترجمه درست نیست. ترجمه بوردرلاین اونایی در خط یک مرزی هستن که آیا میتونه پایدار باشه یا میتونه ناپایدار باشه. مثلا فرض کن اون خطر باید داشته باشه. خب بفرمایید ببینیم که این شخصیت ها که درست مثل دریاهای کم عمق توی زندگیشون رفتار میکنن، عمل میکنن، آشنا میشن، بفرمایید.
خواهش میکنم. با درود فراوان خدمت همه عزیزان، خوشحال هستم که امروز در خدمت شما هستم و همچنین بینندگان عزیز در هر جایی که هستن و لطف میکنن به جمع ما اضافه میشن اینجا و این برنامه به خاطر اونا داره انجام میشه. قبل از اینکه من در این مورد borderline personality disorder بخوام توضیحاتی بگم، فقط میخواستم همونطور که خانم دکتر سپیده همیشه روش تکیه میکنن، منم تکیه خودم رو بکنم اینجا. خیلی شرایط ها باید برگزار باشه و تکرار باشه تا ما بیایم یک نفر رو یک ناهنجاری به اصطلاح شخصیتی بهش بدیم. بنابراین اگر بین دوستاتون، آشناهاتون، همسرتون، خواهر برادراتون، پدر مادراتون یک سری از این شرایط ها رو میبینید، خواهش میکنم نگید که اونا borderline personality disorder دارن. بنابراین این خیلی خیلی مسئله مهمی هست که ما در نظر بگیریم. حالا خانم دکتر سپیده بیشتر در این مورد اضافه میکنن به این عرض کوچیک من، ولی این من یادم هست یکی از سوالات برد ما که میخواستم بدم سالها پیش این بود که اگر که من وارد آفیسم بشم بعد ببینم یکی از کلاینت های من که borderline هستش اومده اونجا و قفل آفیس منو شکونده و رفته سر کابینت فایل من که پرونده خودشو در بیاره که ببینه من چی نوشتم در موردش، من اونجا باید چی کار بکنم؟ این دقیقاً سوال امتحان بود. دلیل اینکه این سوالام به این فرم مطرح میشه به خاطر اینکه این افراد به خاطر شک و سوءظن شدیدی که دارن واقعاً نمیتونن یک لحظه خوشی در زندگیشون در حقیقت ندارن، اینقدر دچار هیجانات مثبت و منفی میشن که فاصله این هیجانات شاید فقط یک ثانیه است، یک کلام حرف اینا رو به اوج میرسونه، یک کلام حرف اینا رو واقعا میزنه زمین و داغونشو میکنه. یعنی نوع فکر کردن سیاه و سفید، بلک اند وایت، مثبت و منفیشون واقعا حد و مرزش خیلی 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 اینقدر ناچیزه که حتی خود ما هم که باشون کار میکنیم بعضی وقتا میبینیم چه اتفاقی افتاد که یه دفعه از این سمت به اون سمت افتادن. و به طور کلی این ترس از اینکه ترد بشن، ترس از اینکه در رابطه ای نمونن، باعث میشه کارهایی رو انجام میدن به خاطر این نگهداری این رابطه که باور کنین در طی سالهایی که من با اینا کار کردم من دیدم که وارد به خاطر داشتن یه رابطه، حتی یه رابطه ابیوسیف، فقط به خاطر اینکه در رابطه باشن چه اخلاقایی تحمل میکنن، چه رفتارهای بسیار خشونت آمیز، توهین آمیز، تحقیر آمیز، یعنی اصلا آنچنان فقط از لانگ است که یکی بهشون بگه من دوستت دارم، من عاشقتم، تو آدم خوبی هستی، حاضرن هر چیزی رو تحمل بکنن. و واقعا وقتی که میگیم که به قول آمریکایی‌ها they go out of their way که رابطه رو نگه دارن، دقیقا همین کار رو میکنن. من در طی پرکتیس خودم چندین و چندین borderline داشتم، چند تاشون رو تونستم خوشبختانه یه مقداری مسیرشون رو عوض بکنم، چند تاشون هم واقعا نتونستم، برای اینکه عمق این دیسوردری که داشتن اینقدر زیاد بوده که نمیشد، یعنی واقعا اصلا نمیتونستن از اون حالت درماندگی خودشون بیان بیرون. و میخوام بدونی که وقتی که ما نگاه میکنیم که چرا یک نفر اصلا دوچار borderline personality disorder میشه یا شخصیت ناپایدار یا حالا شخصیت دو قطبی یا هر چی که میخوایم اسمشو بذاریم، یک به اصطلاح شخصیتی هستش که خود اون شخص به قدری از این حالتش زجر میکشه، اینقدر احساس تنهایی میکنه در خودش که بودن کسایی که دست به خودکشی زدن به خاطر این مسئله. و اینکه کسی بتونه اینا رو درک بکنه خیلی مسئله مهمی هست که چطور میشه، چه چیزی رو باید درک کرد. و در یکی از چیزهایی که باید درک کرد که این افراد یاد گرفتن در طی زندگیشون که بزرگ شدن، اینا هیچ جا قابل نیستن، they are not good enough به قول
آمریکاییش ما بگیم، و اینکه این احساس اینکه چطور اینا they are not good enough به خاطر نحوه بزرگ شدنشون بوده. معمولا به خصوص در خانم ها ما تجاوز جنسی در اینا میبینیم، دسترازی جنسی رو در اینها ما میبینیم، و اینها رو هم از طرف کسایی میبینیم که نزدیکترین افراد بودن به اینها. اینکه کسی حرفشون رو باور نکرده و بعد به جاش تنبیه شدن و حتی گفتن که مثلا شما محبت هایی که اینا میکنن شما نمیبینی، ولی رفتی مثلا حالا یه تاچ شده شما اون رو بزرگش کردی. انتظارات خانوادگی، اینکه هر تصمیمی که میخواستن بگیرن یا قدم هایی که خواستن بردارن چطور به جای تشویق اومدن و تنبیه شدن و بهشون گفتن که مسیرشون اشتباس و آنچه که پدر و مادر باید بهشون بگه یا دیگر یا هر کسی که مستر نگهداری اینا بوده چطوری بایستی دنبال روی اونا باشن. یعنی اینا یاد گرفتن که خودشون هیچی نیستن و در نتیجه وقتی که وارد یک رابطه میشن به هر نحوی که هست حتی از خودگذشتگی میخوان اون رابطه رو تا اونجایی که امکان داره با عمل کرد، با قبول، با سابمسیو بودن، با هر چیزی اونو نگه دارن. و معمولا کسایی که میان با بوردرلاین نزدیک میشن و وارد رابطه میشن کسایی هستن که دوست دارن این نوع رفتار رو، و در حقیقت رفتار یک بوردرلاین باعث میشه که رفتار منفی یه ابیوسر بیشتر تقویت بشه و اونجاست که این رابطه همینطوری میتونه ادامه پیدا بکنه ولی در یک قالب بسیار بسیار خانمانسوز، به خصوص برای شخص ابیوسر. و انتقادهایی که از اینا میشه، اینا هر کاری میکنن که اون انتقاد برداشته بشه، حتی اگر که برخلاف نظر خودشون باشه، حتی اگر بدونن کارشون کاملا درسته، باز هم میان قبول میکنن که کارشون ایراد داره. پس میبینیم که وقتی که باز هم برمیگردیم به پدر و مادر، پدر مادرهایی که به عنوان حتی good fate، به عنوان مثلا اینکه میخوان پدر و مادر خوبی باشن، بچه‌هاشون رو میان وقتی که مسائلشون رو باشو مطرح میکنن باور نمیکنن، بلکه دیسمیس میکنن، میگن نه همچی چیزی نیست، نه تو اشتباه میکنی. نمیدونن که واقعا چجوری دارن پایه و اساس بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر رو دارن از همون اول میرسن. و این شخصیت ناهنجار معمولا تا سن 10-12 سالگی دیگه آردی ثبت شده، یعنی چیزی نیستش که ما بگیم در سن بزرگسالی اتفاق میفته. تمام این شخصیت ها معمولا در سن 10-12 سالگی کامپلیت میشه و انسان پایه و اساس زندگیش بعدها بر این به اصطلاح چیده میشه. به هر حال این خصوصی هست. دکتر رشیدیان، به شما عرض بکنم یه قسمتی که اشاره کردید به اینه که اون سوال امتحانی موقعی که به اصطلاح شخص اومده اونقدر بدبین بوده که بیاد و یه همچین کار شون نگاه میکنی ببینید که چگونه گونه های متفاوت شخصیت انسان چگونه به هم گره میخوره گاهی اوقات. یعنی اصولا این خشم بی‌نهایت و عدم کنترل که وجود داره و خیلی چیزای دیگه هنوز هست توی، واقعا من مطمئن هستم که منظری که جلو گذاشتید و حالا یک قسمت دیگر کار از نقطه نظر به اصطلاح روان پویایی وقتی که نگاه میکنید ببینید این منظر وقتی که میگیم خیلی جالبه، یعنی هر کسی این دریچه رو که باز میکنید واقعا یه جوری، حالا مثلا اون حالا نمیدونم کلمه باقی گفتیم درسته غلطه، حالا این یعنی اون منظری که وجود داره از یک دیدگاهی دیده میشه. حالا شما اگه مثلا فرض بکنید بیایی توی نهله در مکتب رفتارگری، یعنی تمام این مسائلی که ما راجع به خشم و نمیدونم اینه که ناخودآگاه های چجوری بود و اینا، یه دفعه میره کنار، اینه که استیمولس ریسپانس،
محرک و پاسخ چی بوده توی زنده. و این اون اشتباه عظیمیه که گاهی اوقات حتی روانشناسی میتونه در این مورد چه با... یعنی یه جوری تبیین بکنه این قضیه ره، یعنی صغرا کبراش درست بکنه که این جمله درست در بیاد، که این حرف درست در بیاد، در حالی که اصل قضیه غلطه. یه خواجه در بند نقش ایوان است، خانه از پای بس ایران است. اینه. حالا من میخواستم که بر میگردم باز دوباره به شما، شاید راجع به همین موضوع خانم دکتر سپیده صحبت بکنم، ببینم که نقطه نظرهایی که ایشون دارد، چون شما استناد کردید به مسئله‌ای که ایشون روی تکرار قضیه استرادی، یعنی در حقیقت مسئله اجتماعیه، نه فقط روانشناسی بوردرلاین رو، موضوع اجتماعی بودن بوردرلاین رو اومدن مطرح کردن. حالا میخوام ببینم چه اجتماعیش چه روانشناسیش. بفرمایید خانم دکتر. قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت شما اساتید محترم و تمام بینندگان عزیزم و خوشحالم که میتونم در خدمتتون باشم. در مورد اختلال شخصیت مرزی یا بوردرلاین، خب خانم دکتر به نکات خیلی کامل و جامعی اشاره کردن و در واقع همونطور که فرمودن اینا در واقع از همون اوایل نوجوانیشون دقیقا شروع میشه این علائم براشون و مثل هر اختلال شخصیت دیگه علائم اینا فراگیر هست. خیلی مهمه که توی اختلالات شخصیتی توجه کنیم که علائم اینا فراگیره، یعنی در جاهای مختلف در ستینگ‌های مختلف زندگیشون ما این علائم رو می‌بینیم که داره تکرار میشه. در واقع فقط بین علائمی که دارن، علائم بسیار زیادی دارن، حدود 9 تا علامت دارن که حتما باید 5 تا علامت رو داشته باشن و همونطور که خانم دکترم به درستی اشاره کردن همون اول، خیلی باید مواظب باشیم که این علائم وقتی که راجبشون صحبت میکنیم در دسته تشخیصی یک بیماری دیگه قرار نگیرن. ببینید ما همونطور که قبلا هم گفتم با هم دیگه صحبت کردیم، ما یه سری بیماری های مدیکال هم داریم که ممکنه که در علائم مشابه بدن برای فرد، یا در واقع خود مصرف مواد میتونه این کار بکنه، یا یه وقتای حتی علائم روانی روحی روانی که صحبت میکنیم در واقع علامتی هست که مشترک هست با یه بیماری روحی روانی دیگه. به خاطر همین خب این مسئله رو حتما باید در نظر داشته باشید. خانم دکتر خیلی جامع و کامل گفتن. من فقط یه چیز کوچولو رو هم اضافه کنم که البته بین صحبتاشون فرمودن، من فقط برای تاکید میگم این که در واقع اینا به صورت مکرر رفتارهای خودکشی گرایانه، خودزنی دارن و اینکه تکانشگری دارن، یعنی در واقع میان یک سری رفتارهای انجام میدن که به صورت مکرر که ناشی از اینه که خودشون رو نمیتونن کنترل کنن. مثلا اینا میبینیم مدام دارن توی در واقع توی آزادراها بی‌پروا رانندگی میکنن، سرعت‌های بیش از حد غیر مجاز دارن، یا روابط جنسی دارن که خارج از حیطه قابل قبول توی جامعه هست، یا یهو پرخوری‌های زیادی میکنن، رفتارهای اینچنینی از خودشون نشون میدن. و همونطور که شما هم آقای دکتر فرمودید دقیقا اینها توی کنترل خشمشون خیلی مشکل دارن و حالا ممکنه به صورت فیزیکی به صورت کلامی نتونن کلن خشم رو کنترل کنن و کلن احساس پوچی زیاد دارن و اون نکته بدبینی هم خیلی خیلی جالب بود، دقیقا همینطور هستن متاسفانه. و خب بارها هم با کرات میبینیم که متاسفانه خیلی وقتا روان درمانگر خودشون روان که خودشون رو حتی میان در واقع ازشون شکایت میکنن، سو میکنن در واقع به خاطر بدبینی که دارن، که خب واقعا این کار خیلی سخت میکنه برای کسایی که ارائه دهنده اون خدمات درمانی هستن که بخوان این مریضای اختلال شخصیت مرزی رو ببینن، چون واقعا یه سری محدودیت ها ایجاد میکنه و واقعا درمان اینا واقعا چالش های زیادی داره. خیلی خیلی نکته مهمی بود که گفتید شما راجع به مسئله شکایت از روان شناسا. ثابت شده که اکثریت اونهایی که خانومهایی که از روان شناسای مرد شکایت داشتن خودشون بوردرلاین بودن. به همین واسطه است که بسیار سفارش میشه در کلاس های درسی، یکی از چیزهایی که به شاگرد
آموزش داده میشه همینه. مواظب باشید. خیلی مواظب باشید که تو تله نیفتید به خود معروف. به دلیلی که اون دست خودش نیست بنده خدا. اون اونجوری به هر جهت اینه. حالا یک نکته ای که در همین زمینه میتونه باشه، من بخواستم از خانم دکتر رشیدیان بپرسم. به دلیل اینکه ما میبینیم که بسیاری از لیترچرها، بسیاری از مقالات علمی که حتی نوشته شده، یک رابطه سردمزاجی ارتباط جنسی رو با بوردرلاین به یک نحوی گره میزنن. میخواستم ببینم تجربه که شما از نظر بیمارهایی که اومدن راجع به امور جنسی با شما صحبت کردن، این مسئله رو عملا میبینی در محل کار یا اینکه نمیبینی؟ سوال خیلی بوردرلاین و سردمزاجی، یعنی در حقیقت خب اولا تعریف بکنید که سردمزاجی چیه؟ شما بهتر تعریف کنید. سردمزاجی من اگر بخوام تعریف بکنم، بیسیکلی ما داریم فکر میکنم صحبت از arousal disorder صحبت میکنیم، درست میگم؟ بله. یعنی میل جنسی بسیار کم، right؟ بستگی داره. ببینید، من حقیقتا دو جورش رو دیدم. بیشتر من اوور اکتیویتی، یعنی اکستریم های ارازول، من در اینها دیدم. ولی کیسایی هم بوده که به اصطلاح پارتنرشون شکایت کرده از اینکه اون پارتنرشون که دچار بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر بوده، میل جنسیشون بسیار محدود بوده. ببینید، وقتی که میل جنسی محدود میشه، اولین کاری که ما باید انجام بدیم اینه که مطمئن بشیم که این مسئله فیزیکی نیست، یعنی ارگانیکی اتفاق نیفتاده. معمولا کلیه جمع ناراحتی های جنسی طبق آمارهایی که دست من هست، از لحاظ فیزیکلی، از لحاظ ژنتیکلی اگه بخوایم در نظر بگیریم، میزانش بین 5 تا مکس تا حتی به 10% نمیرسه. بیشتر روی 5% حساب میکنن که مشکل جنسی میتونه مسئله ژنتیکی داشته باشه. ولی وقتی که بیشترش برمیگرده به باورهای انسان، به اصطلاح رفتارهای انسان که کانشس و یا سابکانشسلی میتونه اتفاق بیفته، ضمیر آگاه یا ضمیر غیر آگاه اتفاق بیفته، میبینیم که در بوردرلاین کیس هایی هستش که به خاطر اینکه بیان و وضعیت رو کنترل بکنن و اتنشن بیشتری بگیرن، میتونن وارد جو سردمزاجی بشن، مسئلت میکنم، و اون حالت دیزایرشون بیاد پایین و از اون طریق شاید بتونن اون اتنشنی که میخوان بگیرن، ولی میان اونو این دفعه با کارهای دیگهی به اصطلاح مخلوط میکنن و که بتونن اون شخص رو پیش خودشون نگه دارن. مسئله اینجاست که چیزی که میتونه باعث این حالت بشه اینه که یک، به خاطر اینکه good enough نیستن، خودشو میان سلف سابوتاژ میکنن و این سلف سابوتاژ میتونه خودشو در رابطه جنسی به عنوان سرد مزاجی نشون بده. و وقتی که این حالت پیدا میشه، ما بررسی که میکنیم ببینیم که نه، و هیچ نیست به غیر از یک عمل سلف سابوتاژ که به خودش ثابت بکنه، در این حال که رابطه رو از یک سمت کاملا میخوان، از یک سمت دیگه به خاطر که احساس میکنن که they are not good enough، کافی نیستن برای این رابطه، میان و از لحاظ جنسی این مسئله خودشون نشون میده. به طور کلی من چیزی که اینجا کلی بگم خدمتون، توی تمام پرسونالیتی دیسوردرها، کلاستر A، B، C، اینا رو که ما نگاه که بکنیم، اینا در رابطه جنسی خودشونو کاملا نشون میدن. و من وقتی که با یه مسئله رابطه جنسی در کار تراپی برخورد میکنم، میدونم که باید به یه پرسونالیتی دیسوردر نگاه بکنم که ببینم اون کجا و به چه فرمی اینجا داره خودشو پلی اوت میکنه، و اینکه ببینم که اصلا جزء کدوم دسته هست
قبل از اینکه بخوام اصلا تشخیص به اصطلاح کاملی بدم، و این بررسی بسیار زیادی میخواد. این نیستش که فقط با یه چند تا سوال و جواب ما بتونیم بهش برسیم که چی میشه که یک نفر که پرسونالیتی دیسوردر خاصی داره، مثلا اینجا بوردرلاین و مسئله سرد مزاجی، به صورت فقط یکی دوتا سوال یا یه جلسه دو جلسه این ختم نمیشه، بلکه خیلی سوال ها باید انجام داد. من در این مورد کتاب هایی دارم، کوشنرهایی دارم که به خاطر ریسرچ هایی بسیار زیاد اینا به وجود اومده و هر کدومش به یک نقطه از پرسونالیتی دیسوردر ریفر میکنه و توی اونها هستش که ما میتونیم تشخیص بدیم که این سرد مزاجی، این بوردرلاین پرسونالیتی به چه دلیلی اتفاق افتاده. چون ما اینجا یک حالت‌های زیادی ما داریم توی بوردرلاین پرسونالیتی، این چیزایی که الان من خیلی خلاصه گفتم خدمتون فقط یه چند تا نکته های اساسیش هست، ولی هر کدومش ساب کاتگوری خودشو داره و بستگی داره که اصلا چرا بوردرلاین پیش اومده، باعث میشه که نحوه جواب‌ها فرق پیدا بکنه با هم دیگه. و هستن افرادی که میان به من مراجعه میکنن، تراپیستایی که به من مراجعه میکنن و میگن فلانی میشه ما مثلا اینجا یه کوشنیر پیدا بکنیم بگیریم که ما ببینیم که مسئله جنسی این کلاینت ما چی هست، و من متاسفانه جوابی ندارم براشون، برای که میگم من یک چیز جامعی ندارم که بخواد جواب سوال ها رو بده، بلکه مسائل جنسی اینقدر اسپسیفیک هست، اینقدر ظریف هست که ما باید بتونیم چطوری تشخیص خودمون رو بدیم. و مسئله سرد مزاجی در حقیقت میتونه یه دیفنس مکانیزم باشه اینجا، در حقیقت میتونه یه پروتست باشه اینجا، در حقیقت میتونه یه تنبیه باشه، در حقیقت میتونه یک عکس العملی باشه که هم بر ضد خود اون شخص استفاده میشه، هم بر ضد رابطه داره استفاده میشه. پایه و اساسش بیشتر از همه کیس هایی که من دیدم بر اساس اینه که I'm not good enough و در نتیجه من قابلیت نگه داشتن این رابطه رو ندارم، و اون یکی از سلف سبوتاژ های اصلی هستش که میتونه پیش بیاد. بله، این نکته خیلی خیلی مهمی بود، و مخصوصا اینکه فراموش نکنیم این بوردرلاین یه آدم پایداری نیست، یه آدم باوفایی نیست. به قول اون چیزی که کلیشه‌ای ما میگیم تو زندگی زناشویی، جداییشون حتمیه و کمتر بوردرلاینی تو دنیا میتونید پیدا بکنید که رفته ازدواج کرده و تا آخر اون باش با شوهرش یا با زنش مونده. اینا یه چیزایی هست که واقعا همون جوری که به درستی اشاره کردی بادید در کدوم یکی از این کتگوری‌های که دلایل اصلی به جز اینیت، به جز اون چیزی که جناب فروید فرموده اند، چه چیزایی دیگری در این زمینه وجود داشته که بیشترین اونها همونقدر که باز دوباره اسم پدر مادر میاریم، باز اسم فروید هم میاد وسط، یعنی این اینتراکشنی که این زنجیر به همدیگه بگونه ای گره خورده که وقتی که ما داریم صحبت میکنیم، صحبت یک دریایی رو میکنیم که اومدیم چند تا قطره ازش برداشتیم، میگیم ما این رو تجزیه کردیم، تجزیه تحلیل کردیم، میزان نمکش اینقدره، فسفرش هم اینقدره، ولی خیلی چیزایی، ولی صحبت نهنگش نکردیم، صحبت انواع اقسام گیاهانی که اونجا هست نکردیم، صحبت کوهستانی که اون وسط وجود داره رو نگفتیم. واقعا مسئله روانشناسی رو درسته که بعضی ها خیلی خیلی ساده تصورش کردن و یا خیلی ساده عمل میشه راجبش، متاسفانه ولی اینجوری نیست. من میخواستم که از یه فرصتی به خانم دکتر سویده بدیم برای اینکه یه زمینه ای ببینید. این حالا بریم سر شخصیت دیپندنس، شخصیتی که وابسته است، از قضا یه جورایی مثل اینکه نه اینکه اون باشه، زمین تا آسمان فرق داره، اگر
دوست داشته باشید شروع بکنید خانم دکتر سپیده. بله بله حتما با کمال میل. بله جانم. بله. شخصیت هایی که به اصطلاح گریزانن، ببخشید وابسته هستن، شخصیت های وابسته. بله همونطور که این شخصیت ها از رو اسمشون مشخص هست دقیقا وابستن واقعا، یعنی برای تمام انجام کارهاشون به یک فردی نیاز دارن که به اون فرد وابسته باشن. ببینید اینا خب مثل تمام اون اختلالات شخصیتی که گفتیم باید مجددا چند تا علامت رو حتما داشته باشن این افراد. این افراد افرادی هستن که در واقع به شدت اینطور هستن که میترسن که ترک بشن، رها بشن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا در درون خودشون این باور رو دارن که اگر تنها باشن، اگر بخوان روی پای خودشون باشن، از انجام کارها و مسئولیت‌های خودشون بر نمیان. به خاطر همین به شدت این نیاز رو احساس میکنن که حتما یکی حمایتشون کنه. و اگه در یه موقعیتی قرار بگیرن که نیاز بشه که در واقع یه مسئولیتی رو خودشون به عهده بگیرن، به شدت احساس ناراحتی یا دیسکامفورت میکنن. واقعا سخت براشون. اینکه اینا به حمایت نیاز دارن، اینکه اینا نمیتونن مسئولیت به عهده بگیرن. اگه بخوام یه مثال کوچیک اینجا بزنم، مثلا در موردی که مسئولیت نمیتونن به عهده بگیرن، مثلا اینا حتی وقتی که میخوان برن سر کار، اگه بخوان یه بلوز انتخاب کنن یا اینکه چتر ببرم یا نبرم، حتی تو تصمیم گیری در این مورد هم وابسته هستن به اینکه یکی بهشون بگه. و در واقع مثلا خیلی میتونه حتی در جاهای متعددی این قضیه خودشون نشون بده. باید یکی بهش بگه آقا تو چه شغلی رو انتخاب کنی، یکی بهش بگه دوستت باید کی باشه، پدر مادرش، حالا همسرش، بس کسی به کنارش هست و داره حمایتش میکنه، اون باید حتما بهش این رو بگه. و خب خیلی به شدت اینا در این موارد دچار مشکل میشن. ولی خب این افرادی که اختلال شخصیت در واقع وابسته دارن، در یک چیزی که دیدن میگن این افراد، در واقع خیلی از این افراد، حالا شما و خانم دکتر خیلی بهتر مطمئنن اطلاع دارید، خیلی از این افراد افرادی هستن که در قبلا در گذشتهشون در سنین پایینترشون بیماری های جسمی مزمن داشتن، یا در واقع سپریشن انگزایتی داشتن، یعنی در واقع استراب و ترس از جدا شدن داشتن این افراد. و خب در این الگویی که در واقع نگران از این که تنها بشن و نگرانن از این که مسئولیت رو بخوان به عهده بگیرن و نیاز دارن یکی باشه، مدام در قسمت‌های مختلف زندگیشون می‌بینیم. این افراد در واقع اعتماد به نفس بسیار پایینی دارن و قبول دارن که، و این عقیده‌شون اینه که اگه بخوان یه کار جدیدی شروع کنن خیلی ناراحت، خیلی اذیت میشن، به خاطر اینکه عقیده‌شون اینه که بقیه اگر این کارو بکنن خیلی بهتر از من انجام میدن. و در واقع این مشکلی هست که این افراد دارن که برای همه انجام کاراشون، در صورتی که واقعا از نظر توانی میتونن ولی به لحاظ روحی این حس رو دارن. فقط در مورد اختلال شخصیت دیپندنت یک چیزی که اینجا من فکر میکنم شاید بد نباشه بهش اشاره کنیم، در مورد تشخیص این بیماری توی افرادی هست که دیسیبیلیتی دارن. خیلی باید در این مورد مواظب باشیم، چون افرادی که دیسیبیلیتی دارن یک سری به خاطر در زمینه اون دیسیبیلیتی که دارن وابسته میشن به اون فردی که ازشون مواظبت میکنه. مثلا فردی که روی ویلچر میشینه قاعدتا توی یه سری از کارهای زندگیش وابستگی داره به اون فردی که داره حمایتش میکنه، که خب در این موارد ما باید در نظر بگیریم که اون وقتی میتونه براش اختلال شخصیت وابسته براش مطرح بشه که وابستگیش رو در زمینه کارهایی که میتونه انجام بده و انجام نمیده هم ببینیم در واقع. بله خیلی خیلی مهم بود این قضیه که خب یکی واقعا در شرایط جسمانی هست که اون دیپندنسی رو ایجاب بکنه. حالا ما صحبت یه آدم گردن کلفت داریم میکنیم در این حال که میتونه خیلی هم خوب از خودش مواظبت بکنه، خیلی خوب کار بکنه و این کارها رو نمیکنه. از قضا مطالب که در ارتباط با این قضیه باشه بی‌نهایته. مثلا وقتی که شما اشاره میکنید که طرف میترسه یه ذره اونورتر که بره، این در واقع هم پارانویا رو میاره تو کار، هم توهم میاره تو کار. یعنی ما این وحشت زدگی فردی که دیپندنسی داره، وابستگی داره، این گونه میبینیم. میخواستم خانم دکتر رشیدیان این ارتباطات جمعی و کلی مسئله شخصیت
آدمی رو در ارتباط با این وابستگی کجا هستن که به همدیگه گره میخونن از لحاظ اینه که من آیا این کاری که دارم بکنم به علت خودپرستی خیلی زیادمه که میخوای همه بیاین خدمت بکنید به من، یا اینکه واقعا جریان وابستگی میتونه به صورت یک کجا میتونه به صورت مستقل از بقیه منشهای بیمارگونه خودش جدا بکنه و به صورت مستقل نشون بده. بفرمایید خانم دکتر. من از توضیحات خانم دکتر سپیده بسیار سپاسگزار هستم. خیلی خیلی جامع نکات خیلی مهمشو اشاره کردین. اگر که اجازه بدین من جواب شما رو از طریق مسائل فرهنگی بیارم جلو که چطور این نو پرسونالیتی دیسوردر میتونه به خاطر نحوه بزرگ شدن و فرهنگ ما ایرونیا اصلا به وجود بیاد. این فرهنگ وابستگی از کجا اصلا به وجود میاد؟ ما نگاه میکنیم یک جمله بسیار معروفی هست که معمولا پدر مادرها روی پسرهاشون پیاده میکنن که تو عصای دست بزرگسالی ما هستی، عصای پیری ما هستی. میخوام بدونید که وسعت این مسئولیتی که به این بچه میدن از زمان کودکی ما پسردار شدیم و این چطوری حالت پاتولوژی برای یک نفر میتونه پیدا کنه و اون احساسی که من مسئول هستم و در نتیجه خواسته های خودش همه چیزو میذاره در قالب اون چیزی که پدر و مادر تصمیم میگیرن. من دیدم بچه‌هایی که حتی رشته تحصیلیشون رو پدر و مادر تعیین میکنن، شغلشون رو پدر و مادر تعیین میکنن، ازدواجشون رو پدر و مادر تعیین میکنن، کجا زندگی بکنن رو پدر و مادر تعیین میکنن. یعنی در حقیقت اون اصل مطلب انسان، نفس انسان، اون اعتماد به نفسش رو ازش میگیرن در قالب این که ما باید با هم باشیم. و این خود به خود وقتی که یک کودک، یک نوجوان، یک جوان با این همه وابستگی بزرگ میشه و این همه محدودیت بزرگ میشه، خود به خود اون حس این که بتونه خودش رو دریافت کنه، خودش دنبال زندگی خودش بره، براش بسیار بسیار امکان ناپذیره. من جوانهایی رو میشناسم الان که تحصیلات بالا دارن، شغلهای بسیار بسیار موفق دارن، ولی وابستگیشونه که روزی 10 بار باید به پدر و مادر زنگ بزنن. و اینا چقدر در رابطه های زندگیشون که همسر اینا چقدر عاجز از این که اونها هم این انتظار هست که در این 10 بار تلفن کردن باید شرکت بکنن. پس ببینید ما یه سری هبیچوال میشه، یه سری میشه پاتولوژی. کجا پاتولوژیه، کجا یک فقط احساس وابستگیه؟ اصلا آیا احساس وابستگی چیز سالمی هست؟ ما میتونیم واقعا بهش سالم نگاه بکنیم؟ چطور یک جوان اگر میخواد یه مسافرت بره با همسرش باید بشینه تهی و تدارک ببینه که چجوری من با این اختلاف ساعت مثلا اروپا و آمریکا بتونم روزی 10 بار با پدر مادرم در تماس باشم؟ ببینید اینجاست که واقعا ما میبینیم که برای یه عده‌ای میشه یک باور، یعنی اصلا غیر از اون نمیتونن فکر کنن، اصلا آنچنان باوری میشه که وقتی که ما اینو میام چالش بکنیم تراپی قطع میشه، یعنی اصلا ما روی باور اینا دست گذاشتیم. و یا اگر که بخوایم یعنی تاییدشون بکنیم، خب اون تاییدی میبینیم که چه اثرات منفی گذاشته. یه عده‌ای هم هستن که نه، باز هم میتونن از این چارچوب بیان بیرون خوشبختانه، ولی اینجاست که میبینیم که نفوذ این مسئله فرهنگی، نفوذ این که بچه چقدر احساس خشم و احساس گناه و احساس به اصطلاح شیم میکنه از این که هم وابسته است، هم این که نمیتونه بیاد بیرون از این وابستگی، چقدر زیاده و چقدر میتونه خانمانسوز باشه. امیدوار هستم که جواب سوالتون رو داشته باشم، ولی مسئله فرهنگی رو ما اینجا نمیتونیم از این وابستگی بیاریم بیرون. بله، یه نکته های واقعا مهم وجود داره توی این جریان، همینجوری که اشاره کردی. من یک همینجور که داشتی صحبت میکردی یاد یه شاعر
ایرانی افتادم به اسم شهاب. اون تا این شهاب من مخصوصا نام خانوادگیش میبرم، خیلی مشهوره تو ایران، هم کتابش هست، شهاب ابراهیم زاده. این هم کلاسی من بود و شاعر خوبی هم هست و یادم میاد که یه دونه از شعراشه که توی فکر میکنم مجله بامشاد اون موقع بود چاپ کرده بود، این دیپندنسی رو کامل نشون میده. شعر طولانیه ولی توش اینه: بی تو من همه غمم، همه غمم، بی تو من نشانه های ماتمم. بدونید یعنی حالا یکی فقط و فقط چیزای ماتم باشه براش اگه یک کسی نباشه. حالا این در واقع خواسته عشق نشون بده، ولی عشق اینجوری نیست. عشق انسان رو بی‌نیاز میکنه، عشق به انسان قدرت میده، پایداری میده، استقامت میده. شما حافظ بخونید، عشق اونجاست. در هیچ جایی حافظ بخونید یا نظامی رو بخونید، نظامی رو بخونید اگه میخواهید معنی واقعی عشق بفهمید. البته یک کتابی در 18 سال پیش من منتشر کردم اینجا، اسم روانشناسی شعر و شعر درمانی. این کتاب خیلی خیلی اون موقع راجبش بالاخره لطف کرد دوستان به ما. حالا همیشه حرف تو حرف میاد. شنیدم که کتاب پادگان و شکوه عشق و آزادی، این دو تا کتاب دیگه تو ایران شنیدم اینا رو چاپ مخفی کردن و به دوستان میفروشن. درود بهشون، هر کاری کردن. برجهت منظور اینه که عشق در با چه چیزایی میتونه قاطی بشه. یکیش هم توی همین دیپندنسیه، از همین بس که مادرش دوست داره یا بس که مثلا فلانی رو عاشقشه، چقدر اون دوست داره، چقدر حاضره که براش نمیدونم حالا کلمه فداکاری رو بخواستم بیارم، دیدم اونا اصلا اهل فداکاری نیستن به اون صورت. یکی از چیزایی هم که انجام نمیدن اینجور آدم ها اینی که اصولا بخوام برن یک کاری رو شروع بکنن، دیپندنته، نمیتونه تنهایی به جنبه بره یک کاری رو انجام بده. شما همیشه باید زیر بازوی اینه به اصلا افته تو فرهنگ ما، که اشاره درستی داشت خانم دکتر رشیدیان، ببینید توی فرهنگ ما اینه که اینه زیر بازوش بگیریم، دستت به پشتش باشه، اصلا یک نوعی دیپندنسی رو ما گسترش میدیم توی خانواده های خودمون، در ارتباطات خودمون، در روابط خودمون انتظار به وجود میاریم. برای از شما نشدیدی فلانی میگه که نیومدی به دیدن من، من دیگه با تو قهرم مثلا، انتظار این موضوعه. یا اینکه شما مثلا افرادی رو وجود دارن که هیچ نوع مسئولیتی رو حاضر نیست خودش به تنهایی قبول بکنه. مثلا میخواد بره، همین صحبت کاسکو رو کردیم امروز، میخواد بره اونجا خرید بکنه، میخواد یکی دنبالش باشه، یعنی میخواد از دیگران تا اونجایی که امکان پذیره استفاده بکنه. ما وقت زیاد نداریم، من میخوام که هر کدوم از شما یک دقیقه اگه لطف بکنید، یک دقیقه یک جمع‌بندی بکنید به من بگید تا من ببندم برنامه رو، خداحافظی بکنیم. خانم دکتر سپیده بفرمایید. جناب خواهش میکنم، در مورد حالا اگه بخوایم یه جمع‌بندی کلی از در واقع تمام صحبتامون داشته باشیم تا این لحظه داشته باشیم، همونطور که دیدین در واقع این اختلال شخصیت ها میبینیم که چقدر با هم دیگه همپوشانی دارن، علائم مشابه، ترس از تنها شدن و ترس از رهایی رو مثلا ما توی اختلال شخصیت مرزی میبینیم، بعد دوباره توی اختلال شخصیت وابسته هم داریم میبینیم. و در واقع من میخوام اینجا از این فرصت استفاده کنم باز هم بگم که خیلی خیلی
خیلی مواظب باشیم وقتی که در واقع میخوایم مارک یه بیماری رو به اطرافیانمون بزنیم، و در واقع واقعا این کار کاری هستش که توسط یه متخصص که متخصص روانشناس روانپزشک باید انجام بشه و این بیماری‌ها واقعا هم پوشانی دارن و البته که میتونه که فرد همزمان چند اختلال رو با هم دیگه داشته باشه. یعنی ما لزوما نمیگیم فقط ممکنه یه فرد اختلال شخصیت دیپندنت داشته باشه، در کنارش یه اختلال شخصیت دیگه هم داشته باشه. سپاسگزارم خانم دکتر سپیده. منم خواستم ببینید، من تحقیقات من در مورد کالچر فرهنگ زیاده و ما وقتی که نگاه میکنیم به اختلالات شخصیتی میبینیم که انوایرمنت، محیط زیست و اون کالچری که هست بسیار نقش مهمی در شکل دادن این شخصیت ها داره و من واقعا میخوام خواهش کنم از پدر مادرهایی که حالا به هر دلایلی که بیشتر ترس خودشون هست دنبال بچه هاشون را میفتن و نمیذارن که بچه هاشون اون حس استقلال رو در خودشون پیدا بکنن، به عنوان اینکه بچه‌م غذا میخواد، به عنوان اینکه من باید باشم، این بچه شب خودش تنها نباشه و خیلی خیلی مسائل دیگه که میارن جلو، دلایلی که فقط برای خودشون مکسنس میکنه میارن جلو، نمیذارن که این بچه ها زندگی رو تجربه بکنن. بچه های ما احتیاج دارن که یاد بگیرن استقلال یعنی چی، یاد بگیرن تصمیم گیری یعنی چی، یاد بگیرن که اگر اشتباه کردن چجوری از اون اشتباه یاد بگیرن، نه اینکه احساس بد بکنن. هدف از اشتباه اینه که ما یاد بگیریم که اون سیستم کار نمیکنه، پس باید بریم کریتیویتی رو به کار ببریم، بریم یه سیستم دیگه ای پیدا بکنیم. وقتی که پدر مادرها جلوی این کارها رو به عنوان محبت، به عنوان اینکه دخترم تنها نباشه، میان از این کشور به یه کشور دیگه پرواز میکنن، زندگیشون رو اونجا به هم میزنن فقط و فقط به خاطر این با هم بودن هستش، این با هم بودن در حقیقت نشانه وابستگی خود اون پدر مادره و این با هم بودن در حقیقت زندگی بچه رو به یه نحوی فلج میکنه. اجازه بدین بچه های ما یاد بگیرن زندگی یعنی لایف اسکیل یاد بگیرن و اگرم که اشتباهی کردن پدر مادرها هستن که بهشون کمک بکنن. خب اولا سپاسگزارم همه اونهایی که گوش به ما سپردن به این برنامه رو گوش، مخصوصا هممیهنان بسیار عزیز ما که واقعا عاشقشون هستیم. راهی برای نشان دادن عشق نداریم مگر اینکه بشینیم اینجا و با شما حرف بزنیم. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر رشیدیان که وقتتون رو میذارید میایید اینجا با ما همکاری میکنید. باعث افتخار من. خانم دکتر سپیده عزیز که واقعا من فکر میکنم هر پدری هر مادری باید چقدر خوشحال باشه. محبت ارنارتون باعث افتخاری که من میتونم در کنار شما باشم. در هر حال حالا راضی به خانم دکتر رشید یعنی نگفتم به خاطر اینکه ماشاءالله مادر بزرگ شده. من افتخار میکنم که مادر بزرگی یک نوی یک ساله هست. از جناب شهرتی، مهندس شهرتی که واقعا این برنامه رو مثل همیشه مثل عقربه ساعت بار بردن جلو. خیلی خیلی ممنونم، سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز روزگار به همه خوش باد. خدا نگهدار. خدا نگهدار.